بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همکاران خودم، اصحاب محترم رسانه و جامعه منتقدان سینمایی. رسیدیم به آخرین فیلم از آخرین روز جشنواره چهلم فجر در خانه جشنواره که خب تماشا کردیم فیلم نمور به کارگردانی آقای بیدل و تهیه آقای جعفری، و انشاءالله میخواییم الان هم نشست خبری این فیلم که آخرین نشست خبریمون در جشنواره چهلم محسوب میشه رو برگزار کنیم. من دعوت میکنم از تک تک عوامل محترم فیلم سینمایی نمور که طبق لیستی که تهیه کننده محترم به ما داده به جایگاه تشریف بیارن، و تو این فاصله هم دوستان عزیز رسانه ایمون، حالا خبرنگاران، منتقدان، سوالات و نکات خودشون رو میتونن بنویسن و از طریق همکارانم به من برسونن که منم اینجا انشالله بتونم بپرسم. دعوت میکنم از جناب آقای سید یاسر جعفری، تهیه کننده فیلم، جناب آقای داوود بیدل، کارگردان فیلم، سرکار خانم سمیرا حسنپور، سرکار خانم نسیم ادبی، بازیگران فیلم، خانم نوشین معراجی، نویسنده فیلم، امین جهانی، طراح صحنه فیلم نمور، جناب آقای باربد بابایی و جناب آقای محمد رضا علی مردانی از بازیگران فیلم، آقای محمد رضا عباسی بازیگر فیلم، سرکار خانم زهره سلطانی طراح لباس، بنیامین شهیدزاده و خانم پریسا شاه ولیان بازیگران فیلم، و سرکار خانم بهاره کیانفشار بازیگر فیلم، و آقای مهدی ایلبیگی مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی نمور. این نشست آخر اجراش برای من از چند جهت سخته. دوتا از همکاران که استاد من محسوب میشن، آقای علی مردانی عزیز که مجری برنامه خیلی خوب چلتیک هستن، آقای باربد بابایی عزیز مجری برنامه زوجینو، همینطور سرکار خانم ادبی که استاد من در هنرهای نمایش تئاتر هستن، برای من از این جهت سخت. حالا غیر از اینکه آخرین فیلمیه که میخوایم نشستش رو برگزار بکنیم در خانه جشنواره. خب همه دوستان اومدن. به ترتیب من میخوام ابتدا از صاحبان معنوی و مادی کار، تهیه کننده و کارگردان اثر دعوت بکنم که حالا خیلی مختصر اگر میشه درباره تجربه این فیلم، حضور این فیلم در جشنواره، یا اگر نکاتی هستش که احساس میکنید که گفتنش لازمه حتما در نشست، یک توضیح مختصر یکی دو دقیقه بدین. حالا بعد به ترتیب دوستان و عزیزانی که نشستن در جایگاه، هر کسی یه سلامی و یک نکته اگر چیزی درباره فیلم داشته باشه استفاده میکنیم، و بعد من سوالاتی که به دستم میرسه رو میپرسم. آقای بیدل شما شروع میکنی؟ آقای جعفری، آقای سید یاسر جعفری تهیه کننده فیلم که خودشون هم پیشتر در کسوت بازیگری حضور داشتن جلوی دوربین. به نام خدا، خوش آمد میگم خدمت دوستان. عرض به حضورتون که راجع به روند تولیدی فیلم، ما حدود یک سال قبل از اینکه کار رو بخوایم شروع بکنیم، فیلم نامه رو من از خانم معراجی تونستم که بگیرم. خوندم فیلم نامه رو، به دلیل روند قصه گوی فیلم نامه، فیلم نامه بود که من خیلی دوست داشتم، و فیلم نامه رو تونستیم که به هر حال عقد قرارداد کنیم. بعد از اون با آقای بیدل برای بحث کارگردانی صحبت کردم، ایشون هم فیلم نامه رو خوندن و دوست داشتن، و تولید کار به جریان افتاد. حالا انشالله مفصل تر تو سوالاتون جواب میدم. خیلی ممنون. آقای داوود بیدل کارگردان فیلم نمور، بفهمین این نکته اگر در سلام و نکته چیز داریم. سلام علیکم، خسته نباشین، ممنون که فیلمو دیدین. خب صحبت ها رو آقای جعفری فرمودم، من دیگه سرتون رو درد نمیارم. خیلی ممنون. به ترتیب از این سمت خانم سمیرا حسنپور بازیگر فیلم نمور. سلام، عرض ادب خدمت همگی، خسته نباشین، امیدوارم که فیلمو دوست داشته باشین. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. سرکار خانم نوشین معراجی، نویسنده ی فیلم سینمایی نمر. سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون که وقت گذاشتید، امیدوارم که فیلم رو دوست داشته باشید. متشکرم. خیلی ممنون. سرکار خانم نسیم ادبی، بازیگر فیلم سینمایی نمر. سلام عرض میکنم خدمت اصحاب رسانه، عکاسان محترم و منتقدان عزیز، خسته نباشید میگم به همگی. سلامت باشین. آقای امین جهانی، طراح صحنه فیلم سینمایی نمر. سلام میکنم خدمت حضار، ایشالله که فیلم خوبی باشه و خوشتون اومده باشه. و باربود بابایی، بازیگر فیلم که در انتهای فیلم بازی درخشانش هم دیدیم. خیلی مخلصم. سلام خدمت همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه. خیلی ممنون که فیلمو دیدین، امیدوارم که دوست داشته باشید. مخلصیم. باربود بعد موسیقی و اجرا به بازیگری هم جدی فکر می‌کنی بعد از این؟ والا من با بازیگری شروع کردم، ولی اینقدر این 20 سال اخیر درگیر برنامه سازی بودم خیلی جدی نبوده. شاید حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. خیلی عالی. محمد رضا عباسی، بازیگر دیگه فیلم نمر. سلام عرض میکنم خدمت همه، مرسی که فیلممون رو دیدین. میدونم که سخت بود، آخرین فیلم جشنواره هم که بودیم واسه تو سخت‌تر میشد. ممنون از اهالی رسانه و منتقدین محترم. خیلی ممنون. از این سوی جایگاه خانم بهاره کیانفشار، بازیگر خوب سینما و تلویزیون که در این فیلم هم نقش ایفا کرد. سلام عرض میکنم طبق معمول. سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، خوشحالم که در آخرین روز جشنواره در کنار شما فیلمو دیدم. خود منم اولین بار بود فیلمو میدیدم. امیدوارم که دوست داشته بوده باشین و نقایصش هم به ما ببخشید. راضی بودین شما خودتون فیلم اولین بار دیدین؟ دارم مرور میکنم که به هر حال قطعا نکاتی دارم با فیلم، ولی خسته نباشید میگم به همه دوستان عزیزم که زحمت کشیدن در این مسیر برای ساخته شدن فیلم، زحمت کشیدن. مرسی. خیلی ممنون. آقای مهدی ایلبیگی، مدیر فیلمبرداری فیلم. سلام دوباره. خیلی خوشحالم برای بار دوم روی این صندلی قرار میگیرم و خسته نباشید و خدا قوت میگم به دوستان عکاس، خبرنگار، اصحاب رسانه. مرسی که ما رو پوشش میدین، دمتون گرم. خیلی ممنون. جناب آقای محمد رضا علی مردانی، بازیگر فیلم سینمایی نمور. خب همه دوستان سلام کردن، من برای که متفاوت باشم خداحافظی بکنم. شوخی میکنم. سلام به روی ماه همتون. ممنون که این همه زحمت میکشین. امیدوارم اگر از فیلم خوشتون اومده که خوش به حال ما، دم تیممون گرم. اگر هم نه، اب نداره دیگه، ما میپذیریم که خوشتون هم نیومده باشه. دمتون گرم. خانم زهره سلطانی، طراح لباس فیلم. سلام خدمت حضار محترم، خسته نباشید خدمت همه عکاس و فیلم برداری محترم. خیلی ممنونم که فیلمو دیدیم. بنیامین شهیدزاده، بازیگر فیلم. اون یکی میکروفون اگه میشه قطع کنید که قدرت خدا، اون خاموش نمیشه، اون یکی هم روشن نمیشه. خب خانم شاهبلی، میخواید شما اگه میتونید از این میکروفون صحبت کنید تا اون میکروفون حالا ببینیم چی کار میشه کرد. درست شد. من صحبت کنم. سلام، خسته نباشین همگی، مرسی که فیلم ما رو دیدین. من میخوام از آقای داوود بیدل، از آقای جعفری، از آقای یزدی تشکر کنم بابت اعتمادشون به من. تجربه فوق‌العاده‌ای بود و خسته نباشید به تمام عوامل فیلم، واقعا زحمت کشیدن. مرسی، ممنون. خیلی ممنون. بنیامین، میکروفون درست شد؟ آها، آره. سلام، من بنیامین شهیدزاده هستم و خوش اومدید به اینجا. امیدوارم که از فیلم ما خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون. من خیلی سریع برم سراغ سوالاتی که به دستم رسیده، به ترتیب زمانی هم که به دستم رسیده سوالات رو میپرسم. یعنی گلتین توضیحات رو قبلا دادیم، ولی خب بازم میگیم که چون داره همزمان تصاویر این نشستم به شکل لایف در جاهای مختلف پخش میشه، این توضیح رو بدم.
آقای رحمانی از نمایش خانگی این رو نوشتن. با عرض سلام و درود. خانم حسنپور، دو سال پیش در جشنواره فجر فیلمی از شما به نمایش درآمد به نام سکام حبس که شانس زیادی از نظر بنده برای دریافت سیمرغ داشت. شما شانس زیادی داشتید در دریافت سیمرغ. آیا این نقشتون رو به اندازه کار قبلی میدونید؟ اگر بله چرا؟ خب هر نقشی متفاوته با نقش دیگه. من نمیتونم بگم که الان این اندازه فریب با استکام حبسه. اون اصلا یک کارکتر دیگه بود، یک سرشکل دیگه داشت، یک قصه دیگه داشت. اینجا الان همینطور تو رضوان تمشک، خب اینا هم با هم متفاوته، نمیتونم همشون رو بزنم توی یک به اصطلاح کاتگوری. این برای من سرشکل قشنگی داشت، این نقش چالش‌های خوبی برام داشت، حالا به لحاظ سنی، به لحاظ مضمونی، چیزی بود که تا حالا تجربهش نکرده بودم و فکر می‌کنم که خب یه بخشش دست منه برای اجرا، یه بخشش کلیتیه توی سینما که باید همه چی دست به دست هم بده و این نقش به درستی دیده بشه، نشون داده بشه. من تمام تلاش خودم کردم برای اینکه این قابلیتی که شما میگین داشته باشه. مرسی. خیلی ممنون. آقای رحمانی سوال دیگه‌ای هم داشتن، خطاب به سید یاسر جعفری تهیه کننده فیلم. نوشتن جناب آقای جعفری، دلیل انتخاب لوکیشن در شهرهای شمالی کشور چه بود؟ دلیل خاصی داره؟ دلیل انتخاب لوکیشن این بود که قصه تو شمال میگذشت. اگر که جای دیگه رو میشناسین که شرایط شمال رو داشته باشه ما میریم اونجا، چون بیس قصه تو شمال کشور بود و ما مجبور بودیم که بریم خطه شمالی کشور. به دلیل اینکه اون تایم از نظر برنامه ریزی انزلی بارون داشتیم 20 روز رو، ما مجبور شدیم که، یعنی مجبور شدیم که، خیلی هم خوشحال شدیم که رفتیم شهر انزلی فیلم برداری کردیم کار رو و دلیل انتخابش همین بود. یعنی تو ایده اصلی خانم معراجی شمال بود؟ از بله، شهر شمالی بود از ابتدا که اتفاق هم افتاد. خیلی ممنون. یاسر موحد فرد از پایگاه خبری شاهنامه نیوز چند تا سوال نوشتن که حالا من به ترتیب میخونم، مخاطبش هر عزیزی باشه من میگم. چرا این فیلم نماهای بسیار طولانی دارد و چرا داستان پیشبرنده و تعلیق در فیلمنامه پیشبینی نشده است؟ نما رو فکر کنم آقای بیدل میتونن پاسخ بدن، تعلیق در فیلمنامه رو شاید خانم معراج، نمیدونم، حالا هر طور که سعادتتون است. به نام خدا. ما یه بحثی داریم توی یه سبکی، حالا اینجوری بگم، بعضی فیلم‌ها که ساخته میشه که حالا بیشتر شاید تو اروپای شرقی ما این کارها رو دیدیم، بهش میگم فضای منفی. این فضای منفی کمک میکنه که مخاطب براش اون قصه یا اون حس و حال، اون ایموشن جا بیفته. ما پلان هایی که در واقع میدیدید که خیلی راحت سفرهش رو پهن کردیم و بعد توش رد پای کارگردانی رو هم پاک کردیم برای اینکه مخاطب ما خیلی درگیر دکوپاژ، البته برای من سخت بود که این کارو نکنم، ولی به هر حال یه تجربه برای خود منم بود این کارو که انجام دادن این کار برام سخت بود، ولی به هر حال ما اینجوری فکر کردیم که پلان ها رو من خیلی رد پای از خودم نباشه و بذاریم که مخاطب با داخل قاب ارتباط برقرار بکنه و این بود که ما پلان‌ها رو خیلی راحت با هم دیگه خیلی ساده کات می‌زدیم، خیلی راحت به قولی میشه که حالا سفره رو پهن کرده بودیم و داخلش ما میزانسن بازیگرا رو داشتیم. برای سوال از خانم معراجی، چون یه بخش دیگه هم نوشتم، من دوباره اینو میپرسم. پرسیده بودن تعلیق در فیلمنامه پیشبینی نشده و بعد آقای موحدفرد نوشتن چرا متن گفتگوها ضعیف است؟ به ویژه چرا شخصیت اصلی داستان بارها از اصطلاح اوکی بهره میگیره؟ ایشون چون از شاهنامه نیوزه، ادبیات زبان فارسی هم خب خیلی اهمیت داره قاعدتا براشون، از این جهت نوشتن احتمالاً.
من سعی کردم فیلم نامه بنویسم که خب ضعیف نباشه، طبعا نمیتونم الان بگم که ضعیف هست، ولی خب اگر این احساس رو کردید خیلی متاسفم. و اینکه از کلمه اوکی استفاده میکرد به خاطر اینکه اشاره شده که داوود خارج از کشور بوده و طبیعتاً سالیان سال با دخترش و همسرش ایران نبودن و این دختر فرهنگ غربی رو زیاد با خودش داره. از تعلیق در فیلمنامه سعی کردم استفاده بشه، اتفاقاً اینکه گره به گره پیش بره و مثل دومینو قصه رو پیش ببرم و اطلاعات رو ذره ذره تزریق کنم در فیلمنامه و نمیدونم تا چقدر موفق بودم، ولی تمام تلاش خودم رو کردم. امیدوارم که موفقیت آمیز بوده باشه. یه سوال دیگه هم، دو تا سوال دیگه هم بپرسم از متنی که از سمت آقای موحد فرد اومده، بعد میرم سراغ باقی سوالها. پرسیدن چرا این فیلم شبیه فیلم کوتاه هست و پایان بندی تکراری دارد و تماشاگر انتظار ادامه فیلم را ندارد؟ فکر کنم شما میتونید بگید. دارد؟ بعد همین الان تصحیح شد توسط خود آقای موحد فرد. چرا این فیلم شبیه فیلم کوتاه هست و پایان بندی تکراری دارد و تماشاگر انتظار ادامه فیلم را دارد؟ چرا شبیه فیلم کوتاهه؟ خب فیلم کوتاه نمیدونم منظورش اینه که چرا شبیه فیلم کوتاه است. میگم به جهت مضمون. خب ببینید، شما یه سریال رو میتونید تو یه خط تعریف کنید. دلیل نمیشه. نه، به نظر من فیلم سفرهش درست پهن کرده به لحاظ دراماتیک و نویسنده با مهارت فوق العاده بالا تونسته ریز به ریز مخاطب با خودش همراه بکنه و اینو من معتقدمش، به خاطر اینکه خب من مدت هاست با متن‌های مختلف سر و کار دارم و اینو بدون تعارف دارم عرض میکنم و اگر این اتفاق نمیافتاد قطعا ما با همدیگه سر این قضیه به مشکل برمیخوردیم، ولی این به مشکل بر نخورده و خدا رو شکر فیلم تونسته با مهارت تو متن البته به تدریج اطلاعاتش رو تزریق بکنه و البته ملودرامه و تونستی مخاطب با خودش همراه بکنه. من فارغ از اینکه اینجا خدمت شما دوستان بودم که به قول آقای عباسی خیلی هم میدونم در این دوران خسته شدین، من بیرون تقریبا با 1500-600 نفر فیلمو دیدم و من فیدبک ها رو چک میکردم. نه، من فکر میکنم که این نگاه یه ذره شخصیه. و سوال آخری که از آقای موحد فرد میخونم، پرسیدن آیا اسپانسر این فیلم برند خودرویی بوده؟ آقای جعفری. ماشین خودم بود، دوست داشتم بذارم. ماشین خودتون بود؟ دلم خواست. مرسی. بله. خب، سوال بعدی رو عباس علی اسکتی از روزنامه هنرمند نوشتم. خطاب به خانم ادبی. خانم ادبی عزیز، با توجه به بازی کوتاه اما درخشان شما در فیلم خائن کشی و حالا بازی متفاوت در نمور، چقدر احتمال می‌دهید در میان نامزدها باشید و این موضوع چقدر برای شما اهمیت دارد؟ این سوال رو خانم حسن‌پور هم جواب بدن، از دو عزیز پرسیده شد. سلام عرض می‌کنم به خدمت آقای اسکتی عزیز با این سوالشون. راستش خب یه چیزی که خیلی روتین هستش اینه که خب همیشه جایزه گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن خیلی جالب هستش و خیلی خوب هستش توی یک رقابت، ولی این چیزی که من همیشه برای خودم از ابتدای کار بازیگریم داشتم و پیش روی خودم قرار دادم کار خوب کردم بود و همیشه تلاش خودم رو کردم که بهترین خودم رو انجام بدم، حالا چه در تئاتر و چه در سینما یا تلویزیون، و بیشتر برام مهم بوده که تماشاچی و مخاطب بتونه ارتباط خیلی خوبی رو با نقش‌های من برقرار کنه و دوست داشته باشه و همزادپنداری داشته باشه و براش قابل قبول باشه و نقش رو کاملا بپذیره و باورش کنه. اینکه حالا در نهایت جایزه باشه یا اینکه نباشه اصلا چیز خیلی مهمی نیست، اینکه تو مردم دوستت داشته باشن و نقش‌هات رو دوست داشته باشن و تو مطمئن باشی که داری کار درست خودت رو انجام میدی.
خب توی این دو سالی که متاسفانه ما با شرایط سخت کرونا روبرو بودیم، من میدونم که فیلم هایی که امسال به جشنواره رسید با چه شرایط سختی بود و همینطور فیلم خودمون توی شمال با یک شرایط خیلی سخت، واقعا گروه خیلی زحمت کشیدن و همینطور من میدونم همه گروه هایی که به هر حال فیلمشون به جشنواره امسال رسید خیلی زحمت کشیدن. بنابراین هر کدوم از دوستان عزیز من که جایزه بگیرن من افتخار میکنم و انگار که خودم گرفتم. ممنون. خیلی ممنون. خانم ادبی البته همزمان با جشنواره فیلم فجر که دو تا فیلم داشتن در جشنواره تئاتر فجر هم این دوره حضور داشتن در 40مین دوره با نمایش موزه معصومیت. خب این سوال رو خانم حسنپور و خانم کیان افشار هم اگر میشه جواب بدن. یه بار دیگه بخونم. چقدر احتمال میدید در میان نامزدها باشید و این موضوع چقدر برای شما اهمیت داره؟ سلام مجدد. فکر نمی کنم واسه هیچ بازیگری گرفتن جایزه بی اهمیت باشه یا غیر دلخواه باشه، قطعا برای منم خوشاینده، ولی من فکر نمی کنم که این نقش با توجه به شاید نوع شخصیتی که داشته یا به هر حال نقشای کوتاه، نقشای مکمل، ویژگی خیلی خاص برونگرایی که دارن بیشتر دیده میشن برای قضاوت شدن. من مهمترین اتفاق برام توی این فیلم همراهی دوستانم بود که خیلی خیلی برام مهم بود که بتونم کمکشون کنم در جهت ساخته شدن این فیلم و بدون هیچ حالا شاید بگم توقع این نقش رو بازی کردم. اگر این اتفاق برام بیفته که قطعا چی بهتر از این، خیلی خوشحال میشم و ممنونم، ولی اصلا هدف من هرگز این نبود و نخواهد. خیلی عالی. خانم هستم پر شما میگین؟ البته من اینو بارها پرسیدن ازم گفتم، این بارم دوباره میگم، کسی هست اصلا از جایزه گرفتن بدش بیاد؟ قطعا فکر نمی کنم کسی باشه. منم خب خیلی دوست دارم، ولی وقتی دارم یک نقشی رو بازی میکنم از اول اصلا حتی 1% بهش فکر نمی کنم که آیا من کاندید میشم یا نمیشم، جایزه میگیرم یا نمیگیرم، که اگر اتفاق افتاد خوشحال شم، ولی اگر اتفاق نیفتاد ناراحت نشم و محکم و با اراده به نقش‌های بعدی فکر کنم. چون به نظرم وقتی یک بازیگری به این فکر کنه که فقط جایزه بگیره یا کاندید بشه، از ارائه نقش توانش از اون ارائه خارجه. من این برای من که اینجوریه و فکر می‌کنم که این نقش سر و شکلش خیلی خوب بود توی فیلمنامه. وقتی من خوندم این قابلیت رو داشت، ولی گفتم اول حرفم سینماست، یک هنر جمعیه، بعد همه چی دست به دست هم بده تا اون نقش دیده شه و این قابلیت رو داشته باشه. و ضمن اینکه سلیقه داوراست، به هر حال بعد ببینیم که داورا چه جوری میپسندن. مرسی. خیلی ممنون. سوال آخر عباس علی اسکتی از روزنامه هنرمند خطاب به آقای باربود بابایی. نوشتن آقای باربود بابایی عزیز، با توجه به کوتاهی نقش، بازیگری برای شما تجربه گذراست یا آن را جدی ادامه میدهید؟ البته ابتدای نشست یه توضیح مختصری دادید. خب من متوجه نشدم. میگن که میخواید بازیگری برای شما تجربه گذراست یا میخواید خیلی جدی اون ادامه بدید؟ عباس علی عزیزم، مجید جان. خب من اولا که تجربه گذرا نیست برام، هیچ وقت هیچ حوزه‌ای در قصه کار هنری تجربه گذرا نیست. اتفاقا الان از شنبه سریال شبکه یکمون پخش میشه، نقش بسیار پررنگی دارم. شاید در سینما خیلی حضور نداشتم، ایرادی هم نداره، هر موقعی که احساس کنم میتونم نقش کوچکی بزرگ باشه، هر چی فرق نمیکنه، دوستش داشته باشم، غالبا بتونم باهاش ارتباط بگیرم، تو این حوزه ورود میکنم. طبیعتاً برنامه‌سازی همیشه برام دغدغه است، ولی هر جا که بتونم در حوزه نمایشی کار کنم خیلی جدی، خیلی محکم بهش نگاه میکنم و کار میکنم. عباس علی دوستت دارم. خیلی ممنون. سوال خانم مهسا بدری از ماهنامه فیلم رو میخوام بخونم. نوشتن سکانس اول دقیقاً چه ارتباطی با بقیه داستان داشت؟ صحنه اولیه که دانیال پول قمار را برداشت و در رفت، این سکانس چه کمکی به شخصیت پردازی ها و پیشروی داستان می کند؟ من بگم ببخشید.
نه بفهم نه 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 اصلا خانوانا سکانس اول در رابطه با اینکه شخصیت دانیال یک شخصیت متزلزلی هست، یعنی قابل اعتماد نیست و اینکه زندگی درستی نداره، یعنی اینکه از دست دو تا آدم فرار میکنه، زنش طلاق گرفته، بچهش رو گهگداری میبینه، حرفها رو خوب نگه نمیداره، رازدار خوبی نیست و به تدریج، یعنی از همون اول سعی کردیم ذره ذره شخصیت دانیال رو جوری نشون بدیم که آدم خیلی قابل اطمینانی در زندگی نیست و لزوم حضور این سکانس این بوده. بقیده من یه سوال دیگه هم داشتن که حقیقتش نتونستیم با کمک آقای بیدلم بخونیم. من میخواستم که شاید کمکم کنن بشه خون. آقای جعفری ببینید تو رو خدا یه سوال میتونی چقدر چالش برانگیز بشه جهت خوندن. سوالات دیگه هم داشتن خانم بدریال، من سوالات رو میگم، اگه این سوال رو بتونیم بخونیم حتما میپرسیم. آقای جعفری هم نشد بخونم. داستان فیلم در گره افکنی و گره گشایی قانع کننده نیست. اگر پدر اصلی آرام او را ترک کرده و رفته، چرا از داوود طلبکار است که چرا به آرام نگفتی پدر واقعی او کیست؟ و نوشتن اگر دلارام عقد کرده بود، داستان بی‌آبرویی مطرح نبود که دلیلی باشد برای داوود اینکه این داستان باردار شدن خواهرش را مخفی کند. اینو من از یه نفر دیگه هم شنیده بودم واقعیتش. بله، ببینید پدر آرام اصلا نیازی به نگه داشتن بچه وقتی که دلارام باردار بود اینو نیاز نمیدید، یعنی که با هم تصمیم گرفته بودن که این بچه اصلا سخت بشه و اینکه قضیه عقد هم خب یه ذره میدونیم که خب به چه دلیلی ممکنه پیش بیاد، به هر حال ممکنه مثلا صیغه بوده باشن، حالا نامزد بوده باشن و یه مقدار حالا سعی کردیم ما پررنگترش کنیم که بتونیم دیگه حالا خودتون متوجه بشید دیگه. بعد و بعد اینکه دلارام هم بچه رو در 6 ماهگی همونجور که یک بار ازش صحبت میشه سخت میکنه و داوود منزل پدری رو میفروشه و طی عملهای جراحی بسیاری که روی مغز این بچه انجام میده و نگهش میداره بچه رو سیو میکنه. در واقع این بچه ناخواسته بوده و حالا بعد از اینکه گذران این مشکلات هست حالا ادعای پدری میکنه. خب خیلی اتفاق میفته، یه دوره میگذره و حالا طرف بچه رو نمیخواسته، حالا که مشکلات حل شده میگه که چرا این قضیه رو اصلا پنهان کردی، یا بچه رو نگه داشتی یا اصلا به ما نگفتی. خیلی ممنون. آقای قاسم آشوری مجدد از ماهنامه فیلم نوشتن داستان علاوه بر این که سیر روایی ضعیفی دارد، دیالوگ‌های ضعیفی هم دارد و شاهد بازی‌های درخشانی هم نیستیم. نوشتن دلیل جدایی 20 سالی داوود از خواهرش چیست؟ و بعد در ادامه نوشتن هدف ساخت فیلم چه بوده و چه حرف یا پیامی را می‌خواستید منتقل کنید؟ این رو هم خانم معراجی میتونن پاسخ بدن، هم آقای بیدل هم آقای جعفری. یه سوالی بود که حداقل 3 نفر رو میتونید درگیر کنن. من تمام تلاشمو کردم که فیلمنامه درست روایت بشه، یعنی اتفاقات ذره ذره، مشکلات و مشکلاتی که این خانواده دارن در واقع ذره به ذره تزریق بشه به فیلمنامه و تمام سعی و تلاشم رو کردم و فکر نمی کنم به اون صورت هم ضعیف بوده باشه. و اینکه سوال دیگرشون چی بود؟ سوال دیگر این بود که هدف ساخت فیلم چه بوده و چه حرف یا پیامی رو میخواستید منتقل کنید؟ قبل از اینکه آقای بیدل بخوان بفرماین این جواب رو، من بگم که هدف خودم از نگارش این فیلمنامه این بود که
خیلی مسائل روابط در جامعه، جامعه صرفاً کشور نمیشه، جامعه از یک خانواده شروع میشه تا یک شهر و بعد کشور. روابط بر من خیلی مهمه، این که آدم ها با همدیگه حرف نمیزنن، اسرارشون رو نمیگن، بعد حرف به شکل دیگه ای انتقال پیدا میکنه و سوء تفاهم ها پیش میاد. هدف من از نگارش فیلمنامه این بود. حالا آقای بیدل هدف خودشون رو از ساخت این فیلم بفرمایند. من در ادامه صحبت خانم مهراجی من عرض بکنم که شخصیت داوود ایثار کرده، پا رو دلش گذاشته و عشقی که اول فیلم هم ما فکر میکنیم که خب احتمال داره که داره دوباره شعله بر میشه بعد از 20 سال برگشتن و رفته رفته، خب البته خب گرگوشای میشه مشخص میکنیم و متوجه میشه مخاطب که داوود یه ایثار در واقع انجام داده و این ایثار الان برای من مخاطب، برای بقیه افراد شخصیت های داخل فیلم و داخل قاب مشخص میشه. همونطور که ایشون فرمودن، خانواده شاید مهمترین عنصر تشکیل جامعه است. ما اگر تو خانواده مشکلاتمون رو حل بکنیم با حرف زدن، شاید جامعهمون خیلی میزان عصبانیتش کمتر از این چیزی باشه که حالا الان یه مقدار میبینیم. الگو ایثار کانسپت مرکزی این کاره. حالا این جالبه که امسال در جشنواره 40 ما 3 فیلم داشتیم، هم شب طلایی رو داشتیم، هم بیمادری و هم در انتها که فیلم نمور رو دیدیم، به نوعی به مسئله خانواده و مادر پرداخته بودن که جالب بود در یک دور از جشنواره 3 فیلم با این تم موضوعی. شما هم خواستید نکته بگین در این باره یا نه؟ بریم سوال بعدی. من یه نکته راجع به اون جوابی که خانم مهراجی دادن در مورد عقد، قضیه عقدی که اتفاق افتاده، خیلی واضح بگم، به دلیل اینکه ما باید مجوز بگیریم برای فیلم که میخوایم بسازیم، مجبوریم که یه سری نکات رو در فیلمنامه رعایت کنیم و اگر اونها رو نذاریم عملا مجوز نمیتونیم بگیریم. ما مجبوریم که از این به هر حال حربه استفاده بکنیم برای اینکه مجوز رو بگیریم. عملا اگر این اتفاق نمیافتاد ما قطعا اشاره‌ای به بحث عقد نمیکردیم تو فیلمنامه. آقای قاسم عاشوری از ماهنامه فیلم یک متن دیگه هم نوشتن و فرستادن بر من، خطاب به آقای علی مردانی. نوشتن: آقای علی مردانی عزیز، در افکار عمومی شما چهره‌ای باهوش، خلاق، توانمند و دوست داشتنی هستید. سرمایه‌ای که به سختی برای هر کسی به دست می آید. چه عاملی باعث شد تا تصمیم بگیرید در این فیلم با فیلمنامه ضعیف سینمایی حضور پیدا کنید؟ سپاس. قربون افکار عمومی برم من، دمشون گرم چنین برداشتی از بنده دارن، اینم از الطاف خداوند. و اینکه خب به جای من چرا فکر میکنین از نظر شما این فیلمنامه اینطوری بود، از نظر من خوب بوده که اومدم توش. من با این جماعتی که اینجا نشستن و یه جماعت چند برابر این که اینجا نیستن و اونجاها نشستن زندگی کردم. یه سوال هم این لاب من خودم دارم، چرا جناب حبیب زاده آهنگساز نابغه کارمان نیومدن بالا اونجا نشستن؟ خجالتی نباش دیگه بابا، دورت بگردن اینجوری میکنه فقط. ما محدودیت جا داریم بالا آقای علی مردانی، وگرنه خیلی از دوستان دیگه هم هستن که واقعا شایسته است که بیان صحبت هم. میخواستم عرض کنم که خب اگر از نظر این بزرگوار که این سوال از بنده پرسیده فیلمنامه ضعف داره، مشکل داره، ایرادی هم داره، خب نظرشون با ما قطعا متفاوته دیگه. من از نظر من اینطور نبوده، دوست داشتم هم فیلمنامه رو، هم کارگردان کار رو، هم تیمی که دوستان بسیار عزیز من و هر کدوم تاج سر من هستن، در کنار همشون یاد گرفتم. نتیجه هر فیلمی برای برخی قابل پسند و برای برخی مثلا مورد پسند و سلیقه و نظرشون هم نیست، این هم چیز عجیبی نیست، ما میپذیریم، هر کسی این حق داره. خود منم یه سری کارا رو دوست ندارم، حق دارم که دوست نداشته باشم، یه سری کارا رو هم دوست دارم و اونم حق دارم که دوست داشته باشم، اشکالی هم نداره. بنده با افتخار در کنار این تیم و این فیلم قرار گرفتم، لذت بردم، چیز یاد گرفتم. کم و کاسی های بنده رو به بزرگی خودتون ببخشید، ان شاءالله که در این مسیر بیشتر یاد بگیرم.
و انتخاب‌هایی هم داشته باشم که همسو باشه با نظر مخاطب عزیزم که این سوال پرسیدم. خیلی ممنون. یک سوال یا نقد از سوی آقای امیر احوارکی از انجمن منتقدان اینجا اومده. من این رو خطاب به خانم معراجی میگم، اینکه با توجه به توضیح اخیر خودتان در مورد حلالزاده نبودن آرام، چرا این فیلم را به مقام مادر تقدیم کردید؟ ببینید جسارت دوستمون مشکلی دیگه بنگی داره میکنه. خب الان تو فیلم حلالزاده است، چیکار کنیم؟ به نظر من ببینید اگر حتی اینها نامزد هم بوده باشن، و حالا بذارید شرعیش باید من بکنم اینجا، حتی اگه صیغه بوده باشن یا اصلا نامزد بوده باشن غیر صیغه، عشقی که بینشون بوده اونقدر حرمت داشته که بچه‌ای که به وجود میاد به نظر من حلال زاده است. وقتی دو نفر همدیگر دوست دارن، اصلا کسی که بچه‌ای رو به دنیا میاره به هر حال یک مادره و ارزشمنده این کار. به نظر من فکر نمی کنم سوالتون سوال منطقی بوده باشه. آقای احوارکی اجازه بدید که به همین مسیری که ما تا به حال دیگه شب آخر جشنواره است، آخرین نشسته دیگه، به یک الگویی رسیدیم. نه دیگه آقای موعدتر، تک تک سوالاتی که توی روی کاغذ نوشته بشه من اینجا میپرسم و دوستانم میتونم پاسخ بدم میتونم پاسخ ندن. این دیگه سو همونطور اگر که حتی نامزد سابقشون متوجه نشدم چرا نمیتونن به عقد کسی در بیان؟ بله درسته. خب به هر حال حتی اگر شوهری هم داشته باشه، شوهری که ترک کرده در مدت معلوم اگر وجود خارجی نداشته باشه، طلاق غیابی میتونه گرفته شده باشه. یعنی حتی اگر از اون منظر هم بخوایم نگاه کنیم منطقی به حساب میاد. من عذرخواهی میکنم، من یه کوتاه بگم، اگر عقد هم بوده باشه بعد از 6 ماه از رفتن شوهر به لحاظ شرعی قانونی و عرفی، زن میتونه یک جانبه طلاق بگیره، این قانون جمهوری اسلامیه، و اگر صیغه بوده که مدتش تموم شده. یعنی از هر لحاظ این به نظرم سوال خیلی سوالی نیست که بله. ادامه سوالات رو من میخوام بپرسم. اجازه بدین که به همین ببینید ما همه چیز رو کامل نگفتیم و در لفافه بیان کردیم و سعی کردیم که زیرپوستی پیش بریم. میگید ضعیفه، دیالوگ ها ضعیفه. اگر تمام این مسائل رو قرار بود من بگم که دیگه فکر کنم اینجا منو میزدید شما. قوانین ایران رو به نظرم هر کسی خب. قوانین کشور خب. خانم معراجی اجازه بدید که از همین رویه که سوالات اگر توضیحی نیاز به روی کاغذ مینوشتید و هنوز هم میتونید بنویسید که اینجا هم بخونم. این چون خیلی ها که عقب نشستن یا دارن تصویر رو به شکل لایو و زنده میبینن، صدای دوستان رو نمیشنون که چه سوالی دارید مطرح میکنید و چه جوابی میگیرید. از این جهت بذارید که همین که روی کاغذ هست من بخونم. آقای محمد میثم خانی نوشتن که اسم رسانه‌شون رو من متاسفانه نتونستم بخونم، بعد خط بود. نوشتن خانم ادبی، با توجه به نقش خوبتون و بازی بسیار خوبتون، چی شد این فیلم رو قبول کردید؟ سلام میکنم خدمت آقای محمد خانی. برای من این نقش سمیرا خیلی نقش متفاوتی بود واقعیتش. یعنی زمانی که خوندیم با هم دیگه با آقای بیدال، وقتی که صحبت کردم در موردش، در ابتدا این نقش یک نقش تختی به حساب می آمد که باشون هم صحبت کردم که این نقش انگار که یک کاتالیزور هستش که هیچی نیستش واقعا در ابتدا. ولی زمانی که نشستیم صحبت کردیم و همینطور با فیلم نامه نویس تصمیم گرفتیمش که یعنی خودم فکر کردم که یه رنگ و بو و یه کار خاصی رو روی این نقش داشته باشم و فکر کردم که شاید نقشی که وقتی که توی فیلم نامه میخونیش یکم ساده به نظر میاد، من به عنوان بازیگر شاید بتونم که یه رنگ و بویی بهش بدم. اینکه حالا وسواسی بودن این زن بودش که انگار وقتی که وارد این خانواده میشه کاملا مطلع هستش از این اتفاق و از اینکه این دختر اصلا فرزند این عمه هستش، و زمانی که میاد با این شست و شور با
این تمیزکاری که داره میکنه، انگار داره یک زندگی جدیدی رو وارد زندگی دلارام میکنه و انگار یک اتفاق جدیدی قراره که برای این زن توی زندگیش اتفاق بیفته. و حالا تا حدودی امیدوارم که تو فیلم در اومده باشه که سمیرا کاملا از این اتفاق خبر داره و انگار به نوعی نقشه سمیرا هستش همراه با دانیال که این اتفاق رو میچینن. بعد از فوت شوهر دلارام تصمیم میگیرن که بیان و این قصه رو باز کنن و تمامش کنن. این نقش برای من نقش متفاوتی بودش که خیلی خوشحالم که دوست داشتین. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من قبل از اینکه سوال دوم آقای احوارکی رو بخونم که رو کاغذ نوشته بودن، این رو هم آقای جعفری میتونن پاسخ بدن هم آقای بیدل، فرایند انتخاب بازیگران به چه نحو بوده؟ چون الان ما حضور دو عزیزی رو داریم در جمع بازیگران که مجری هستن الان در تلویزیون و تعدادی نابازیگر که نمیشه گفت بازیگرهای شناخته نشده داریم در کنار بازیگران شناخته شده فیلم، این منطق چینش بازیگران به چه نحوی بود؟ بر گیشه بوده یا نه؟ جناب احوارکی، آقای نپرسیدن این سوالو، این تکمیلی من بود، ببخشید. مهربانی پرسیدین. بله آقای مهربانی، ترکیب بازیگر برای من خیلی مهم بود و یه چیز دیگه هم صادقانه بگم، حالا بحث تهیه و تولید حالا عرض نمی کنم، فکر میکنم اگر سوپر استار و یا استارهایی که مد نظر شماست پای این کار بود، من فکر میکنم کار ضربه میخورد. من الان خیلی راحت تونستم با این دوستانی که حرفه‌ای هم هستن حرف دلمون رو بزنیم و شاید تحت شعاع حضور سوپر استار های آنچنانی که باز عرض میکنم مد نظر شماست شاید اتفاق میفتن. ترکیب برای من خیلی مهم بود و من فکر میکنم این ترکیب در اومد. آقای جعفری، عرض به خدمتتون که آقای علی مردانی، افتخار اینو من داشتم که در سریال نمایشخانگی کار کردیم به کارگردانی آقای ایمان یزدی که الان تو سالن هستن، در کنار خانم حسن‌پور، در کنار خانم کیان افشار و دیگر عزیزان، ایشون نقش اصلی اون سریالو کار کردن و اونجا با هم آشنا شدیم. روند حالا انتخاب بازیگر من پیشنهاد دادم با آقای بیدل، ایشون هم صدای باند دست من کاری برنم، ایشون هم به هر حال شما آقا توضیح بدید، من سیمو درست بچکم، ایشون هم به هر حال یه گپی باشون زدن و به هر حال دیدیم که برای این نقش بسیار مناسب بودن و خیلی هم خوشحال شدم که دومین همکاریمون رو با هم انجام دادیم و این آخرین همکاریمون قطعا نخواهد بود. در مورد آقای بارباد بابایی هم که طبق حالا مشورتی که با کارگردان کردیم به نتیجه رسیدیم که این نقش رو به هر حال میشه بهشون سپرد و من خیلی راضی ام از انتخاب هم آقای بابایی هم دیگر دوستان برای بازی در این فیلم. سعی کردیم که حالا با رویه انتخاب بازیگر سوپر استارها در سینما، حالا چه به لحاظ تولیدی که ما نمیتونستیم این کارو انجام بدیم و من خودم هم شخصا ترجیح همینه که از یک تیم بازیگری استفاده کنم به جای اینکه یک سوپر استار بذارم توی فیلم. خیلی ممنون. دو تا سوال دیگه باقی مونده، اگه میشه اینا رو خیلی کوتاه جواب بدید ممنون میشم، چون زمان نشست تموم شده تقریبا. سوال دوم آقای احوارکی این بود که طلاق‌ها و عشق‌های عجیب و غریب فیلم برای چیست؟ عشق داوود به نرگس، عشق بهروز به دلارام و چند تا مثال دیگه. آیا خانواده معیار در نظرتون اینه؟ همونطور که عرض کردیم خدمتتون، داوود بله، داوود از سر ناچار و برای ایثار این کارو میکنه، برای نگه داشتن آرام سعی میکنه این اتفاق انجام بشه و از نرگس میگذره و یک ایثار بوده و به نظر من کار درستی کرده. خیلی ممنون. و سوال آخر از سوی آقای علی مرادیان نوشته شده و دوستان به من رسوندن، سوال نیست البته نقد، شاید بیشتر نوشتن این فیلم به نوعی تیر خلاص به جشنواره فیلم چهلم بود، ای کاش سرمایه ساخت یک اثر در کارهای بهتر و با محتواتر باشد. اینا آقای علی مرادیان نوشتن که من گفتم امانت دار باشم بخونم. عرض بوزو یه نکته راجع به سوال قبلی بگم بعد اینم جواب میدم. خوشم دارید راحت باشید. نکته‌ای که راجع به بازیگرا شد، ما شاید حالا این سوال پرسیده نشد، دو تا سه تا بازیگر جدید داریم تو این کار که نقشه اصلی رو بهشون سپردیم
من تو همه کارو تقریبا این کارو میکنم که به نظر من و حالا دوستان منتقدی که فیلم رو با هم دیدیم قبل از جشنواره، بازی‌های خوبی بوده و امیدوارم که حالا راه برای دوستان باز شه برای حضور در کارهای دیگه. در مورد چکریم ما مخلص در مورد متشکرم. در مورد سوالی که پرسیدن که چرا سرمایه این فیلم صرف کارهای دیگه نشده، به نظرم خب حالا با تصمیمی که تهیه کننده گرفته و خواسته که این کار رو تولید بکنه، به هر حال هر کسی شخصا میتونه در حوزه اختیارات خودش تصمیم گیری بکنه. جان سلامت باشید. و اینکه به هر حال ما تصمیم گرفتیم این کار رو بسازیم و تمام قد پشت سر این کار پای میستاد. متشکرم از همه. خیلی ممنونم. چی آقا دیگه من چه توهینی به شما کردم؟ نه توهین نبوده. خدا قوتتون بده آقا. خدا قوت بده. من به خاطر همین خستگیتون مزاح کردم. نه شو آقای مبهد اجازه بدید که زمان نشست خیلی وقت تموم شده. این دو تا سوالم چون اگر شما رو ناراحت کردم ازتون عذر میخوام. خیلی ممنون آقای علی مردانی عزیز. آره من چون این دو تا دیگه مونده بود دیگه خواستیم آخرین نشست دین گردن ما نباشه که سوالی مونده و نخوندیم. تشکر میکنم از تک تک اصحاب محترم رسانه، منتقدان سینما. این 30 ثانیه ها اضافه میشه آخه واقعا آقای میدل خیلی وقت زمان گذشته. شرمنده همتون. ممنون که زحمت کشیدین کار رو دیدین. فرض کنید که جلوی خارجی شما قرمه سبزی میذارید. من فکر میکنم که فیلم ما مثل اون قرمه سبزی است. حالا یواش یواش طول میکشه تا یه ذره بعدش لذتش بره زیر زبانش. حالا حتما انشالله که در اکران عمومی هم تجربه خوبی رو کسب میکنید بابت اکران فیلم. تشکر میکنم از تک تک عوامل فیلم سینمایی نمور و مجدد از اصحاب محترم رسانه جامعه منتقدان سینمایی. انشالله که سال آینده سینمامون سالی پر رونق باشه. مخلصیم. خدا نگهدارتون.